آدم ها تا یه چیز رو از دست ندن قدرش رو نمیدونن. همه دوستان من میگفتن که تو چطور تو این بخش رو کار میکنی؟ اینا واقعا خسته میکنه آدم. آدم چجوری میتونه مریض سوخته رو مثلا پانسمان کنن؟ پرستار معمولا از اول تا آخر کارش خطرناکه. اینکه انگیزه داشتید یا علاقه داشتید برای ورود به این رشته؟ اگر راست بگم خدمتتون، نه. تو جامعه ما دکتر و ما بچه میگفتن که درس بخون یا دکترش مهندس. من پرستار هستم. شما اگه منابع انسانی خودت رو حفظ نکنی، همه از هم ناراضی باشن، بریزی همه رو بیرون، پرسنل جدید بگیری، حتی اگه باشون موفق باشی، زمان از بین بردی، نیرو از بین بردی، انرژی از بین بردی، حتی اگه موفق باشی. راضی بودن از حرفه پرستاری. شغل پرستاری یه شغل خاصیه. از هر نظر شما نگاه کنین، از بود کارش، محیطش، بود اجتماعیش و بود فردیش و زندگی خانوادگی کلا خاص میشه، با همه شغلای دیگه متفاوته. ما این آقا رو میبریم بخش سی سی یو تحویل میدیم، اونجا دیگه اقدام درمانی بیشترش تو بخش انجام میشه. خب اینجا تشخیص گذاشته شده، اوردرهای دارویی هم دکتر نوشتن، ما میبریم اونجا تحویل میدیم و یه شرایط مختصر هم پرستارای اونجا عنوان میکنیم که بیمار با این شرایط اومده، این کارهای درمانی توی بخش اورژانس قلب براش انجام شده و سایر اقدامات درمانی که میخوان انجام بدن دیگه اونجا خودشون از پزشک میپرسن و پیگیری میکنن. نادری بکش ببر. بکش ببر. بریم اون برنا. این بر جا نداره، میریم اون بر. سری باقی سلام. خوش گفت دست به ظلم بردی بودی ماش. طبقه اول سیسوی بی بی... کدوم تخت باید بخوابه؟ سلام. ببین کدوم تخت میره؟ خب ما بریم؟ خدا پرستاری یه فردی هستش، تحصیلات آکادمیک داره، 4 سال درس خونده، لیسانس گرفته و معمولا حالا مقاطع بالاتر هم خب کم کم دارن ورود میکنن، فوق لیسانس و دکترا اینه بودن و بیشتر هم دارن وارد میشن. ببینید کارهای ما مثل این کارهای گروه نجات میمونه، تو هر ثانیهش 1001 انفعاله، چون جون مریضا، قلب که مهمترین و حیاتی ترین یکی از حیاتی ترین ارگان های بدن، ببخشید، تو دست پرسنل و پزشکای این بخش دارن باهاش کار میکنن، بنابراین هر لحظه تصمیم گیری های سریع میخواد. مرسی دکتر، لطف کردی. من شنبه هم باید یادآوری کنم، من میام میبینم. مرسی، لطف کردی. آره، فردا ببین به من زنگ بزن. اینکه انگیزه داشتید یا علاقه داشتید برای ورود به این رشته؟ اگر راست بگم خدمتون، نه. در رابطه با کار پرستاری میتونم بگم که یه پرستار هم یک تجربه پرستاری داره از نظر علمی، هم اخلاق پرستاری. یعنی شما از یه پرستار نمیتونه انتظار داشته باشین که این دوتا رو منفک از هم داشته باشه. کار پرستاری در کنار اخلاق پرستاری میتونه تعریف بشه و یه خدمات مناسبی بده.
وارد این رشته هم شدم باز هم علاقه چندان ایجاد نشد، ولی وقتی وارد بازار کار شدم تمایل و انگیزه‌ای که برای ادامه کار داشتم بیشتر بود. یعنی چیزایی رو تو این حرفه دیدم که احساس کردم موندن توش برام مثبت، برام علاقه ایجاد میکنه یا قابل علاقه هستش. ابتدا که وارد پرستاری شدم بعد از ترم اول حسم این بود که این کار رو رها کنم، ولی بعدا اتفاقاتی تو زندگی مفتاد که حس کردم که نه، من این کار رو میتونم انجام بدم با تمام سختی هایی که داره و دوست دارم که به هم نوعان خودم کمک کنم. من کلن به رشته پزشکی از دوران دبیرستان خیلی فکر نمی کردم، چون انقدر علاقه به پزشکی نداشتم. واقعیتش رو بخواییم ما ترم 4 یا 5 پرستاری بودیم، با دوست از بچه ها خواستم انصراف بدیم، چون خواستم انصراف بدیم که واقعا رشته پرستاری چون هم سنگین بودش هم خیلی مزایای آنچنانی نداشت، میاله شاید جای دوربین باشه بخوایم چیز کنیم، ولی تصمیم گرفتیم واقعا تا همین رشته بتونیم، اگر بتونیم واقعا خدمت کنیم. خب واقعیت اینه که خیلی مواقع پیش اومده خب تو شرایط قرار گرفتیم، مثلا خود من شاید انتخاب اولم پرستاری نبود، ولی بعدش که وارد این شغل شدم شاید هر شغل دیگه هم به این پیشنهاد کنن نپذیرم، چون عشقی که تو این کار پیدا میکنی در رابطه با کاری که انجام میدی، اون خدماتی که به مریضا میدی و نهایتا بازخوردی که از مریض و همراه میگیری، یه تشویقی هستش که شما مثلا با انگیزه بیشتری به این کار بپردازی. پرستاری یکی از این حرفه ها هست که مکمل کار پزشکه. منی که جراحی میکنم مریض میفرستم تو بخش، ممکنه در همون لحظه عمل بعدی رو توی اتاق عمل مشغول بشم، تا میام سراغ مریض این مدت پرستار هست که باید مریض رو مراقبت کنه که اتفاقی براش نیفته و خبر بده مریض خونریزی کرد، خونریزی نکرد، مشکل پیدا کرد، این اتفاق براش افتاد، فشارش بالا پایین شد، نشد. اینا چیزایی که اطلاع به موقع اینا باعث باز نجات جان بیمار میشه، و اگر اطلاع نده ممکنه اتفاقی برای مریض بیفته که دیگه قابل برگشت نباشه. علم در درجه اول، اخلاق در درجه دوم، صبوری در درجه سوم. اگه بخوایم بین آیتم بدیم، این سه تا در کنار هم هیچ کدوم به هم دیگه اولویت ندارن، در کنار هم میتونن از یه شخص یه پرستار خوب بسازن. خیلی وقت اینجوری بگید که شما کار با بالین مریض میکنید، طرف میگه حالا داره شعاری حرف میزنه یا بحثای دیگه هستش، ولی باعث واقعا این هستش که این احساس خوب با آدم دست میده در واقع کار با مریض یا مراقبتی که از بیمار میکنه. من همیشه اینو میگم، نمیدونم شما خود مریضداری کردید یا نه، مریض داشتید منزلتون یا نه، خیلی راحت میپرسم مادرتون خدایی نکرده مریض باشه، پدر، برادر، خواهر، عزیزترین کستون، هفته اول خوبید، هفته اول خیلی خوب دارم میگم، شب اول، شب دوم، شب سوم که بیدارتون بکنه و میگه یه لیوان آب بده، آب پام میخوره، آ اینجوری میشه، درد میکنه، اینجا به مال اون کارو بکن، میخوام این عکس عملتون بغیر از چند درصدی که واقعا ایثار میکنن، خیلی انگوش شمار شاید باشن در مقابل عزیزانشون که بیمار داره میکنن، با خلوص کار کنن، نگن اه خسته شدم این چه چیزیه، خدا چیکار کردی، یا برای به نظر گوشه سالمندان، خانه سالمندان، یا اینکه با اکراه این کار رو، برای اجبار این کار رو کنه. ما نمیگیم پرستار همه با داوطلبانه این کارو میکنن، نه، ولی همین که شبها روزها فرق نمیکنه، مریض صداش میکنه از جاش بلند. من نمیگم توش پرستاری هم شاید باشن افرادی که میگن آوا بشین دیگه چقدر صدا میکنی، اصلا بلند نشه، ولی اینو انگوش شمارا رو ما نسبت به جمع ندیم. پرستاری حرفه بسیار سنگین تر از پزشکیه و مقدس تر از پزشکیه. اینقدر هست که اینقدر هست که علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمود 70 سال عبادتم رو با یک شب پرستاری از مریض عوض میکنم. کمه؟ 70 سال عبادت این فرمود شانو میتابد.
من خودم وقتی تازه اومدم تو این شغل میگفتم من نباید بد اخلاق باشم، اصلا امکان نداره مریضی بخواد از دست من بخواد رنجیده بشه، چون میدونم یکی از ناراحتی های من از همیشه از خودم برای شغلم پرستاری این بوده که من اگر دارم خدمات میدم، اگر خدای نخواسته مثلا یه اخمی یه برخورد بدی با همراه مریض و یک مریض داشته باشم، ممکنه اجر کار من کلاً ضایع بشه. پرستاری بد اخلاق نیست، شرایط کارش ایجاب میکنه که یک سری انضباط و قوانین رو تو محیط کارش الزاماً انجام بده که از بیرون شد اینه. خب خیلی موقع ها میان افرادی هستن که میان اینجا برخوردهای خوب دارن، برعکسش هم هست. ما حتی رفتار بعد اگه میگم خدمتون تا حتی بعضی موقع در حد درگیری هم با سیستم پرستاری ما داشتیم که به خصوص تو بخشای اورژانس این اتفاق میفته به خاطر شرایط حاد بیمار. اون مریض داره، اون به علت مریضش عصبانیه، عزیزش رو دستشه. فکر میکنم در واقع اگر رفتار بدی هم وجود داره به خاطر این قضیه هستش که در واقع سیستم پرستاری اون کاری که پرستار میکنه براشون مشخص نیست. اون حق داره که تند بشه. پزشک و پرستار چرا تند میشه؟ صبوری اینها اونو صبور میکنه، آرامش اینها اونو صبور میکنه. اون بعدا وقتی آرامش پیدا کرد، همون آدمی که تند بوده وقتی آرامش پیدا کرد کارش انجام شد، میاد باهاش عذرخواهی میکنه. ببخشید من اون لحظه نفهمیدم چی دارم میگم. خیلی پیش میاد چون مریض واقعا روی اون تخت خوابیده، مستعصله، واقعا درد بهش فائق اومده، صبر و تحملش رو از دست داده. مثلا ممکنه تو هر شرایطی داری یه کار واقعا مفید برای مریض انجام میدی، ولی انقدر بی‌حوصله شده بگه بلم کنید این کارا رو نکنید، اصلا بذارید راحت شم، نمیخوام کاری واسم بکنید، از این درد نجات پیدا کنم. ولی خب نه، ما اون کاری رو که لازم هست انجام میدیم و بعدش که اون مریض خوب میشه، بعد خودش خیلی از مریضامون هستن که واقعا به دفعات میان سر میزنن، احوال میپرسن و از خاطرات خوبی که بعدها به نظرشون خوب بوده، اون موقع که رو تخت خوابیده بودن خاطرات سختی بوده براشون، ولی برخورد پرسنل پرستاری براشون لذت بخش بوده و از اون خاطرات به خوبی یاد کردن. چرا ما خیلی داشتیم. الان بیا برشتن فقط روش خوب بپوشید خوبه، بد نیستش. الان یکم خوابه ولی صداش میزنی بیدار میشه. بهدار بهدار نفسان یکون داره.